سر خط خبرها. در آستانه معرفی کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی، رئیس جمهور دستور داده کمیته گزینش کارش را بیدرنگ آغاز کند. رئیس جمهور اسلامی افغانستان هدایت داد که کمیته گزینش هرچی عاجل کار خود رسما آغاز کند. برکناری چند مقام ارشد امنیتی ولایت اروزگان، حکومت هیئت فرستاده تا ببیند طالبان چگونه حمله هایشان را بیشتر ساختند. ما دیشب بهترین جوانای خود، بیست و چند جوان خود که همیشه از خاک دفاع کرده بود و می جنگید در مقابل دشمن، ما دست دادیم و به خاطر بی‌کفایتی قماندان امنیه. واکنش های تازه نسبت به توافق صلح حکومت با حزب اسلامی. این یک اقدام مثبت است، چون گروه کمدتن در بیرون افغانستان مستقر است، اکنون با حکومت به یک موافقتنامه صلح رسیده. در کنار استقبال، برخی ها از این توافق نگرانی از رایج شدن فرهنگ معافیت هم بالا گرفته است. و جان باختن 4 تن در تیراندازی های تازه در امریکا، پلیس مهاجمان فراری را دنبال می کند. سلام و عصرتان بخیر. درخشان صدیقی هستم و شما را به این مجمع خبری از یک خوش آمدید میگم. رئیس جمهور غنی دستور داده است کمیته گزینش به هدف معرفی کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی بیدرنگ آغاز به کار کند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در پیوند به اصلاحات انتخاباتی تا 1 هفته آینده در جریده رسمی به نشر میرسد. از سوی هم رئیس جمهور و رئیس اجرایی امشب درباره چگونگی توزیع شناسنامه های برقی با هم دیدار میکنند. بشیر احمد قاسانی به این موضوع پرداخته است. پس از 2 سال بنبست اصلاحات انتخاباتی میشکند، به زودی فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در جریده رسمی به نشر میرسد و همزمان با این رئیس جمهور غنی دستور داده است هر چه زودتر کمیته گزینش آغاز به کار کند. اداره امور نیز در نامه از دادگاه عالی، کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نهادهای مدافع حقوق زنان و نهادهای نظارت کننده انتخاباتی خواسته است نمایندگانشان را در کمیته گزینش معرفی کنند. امروز جلسه تحت ریاست رئیس جمهور اسلامی افغانستان در ارگ برگزار شد. رئیس جمهور اسلامی افغانستان هدایت داد که کمیته گزینش هرچه عاجل کار خود رسما آغاز کند. ما انتظار داریم که به زودی اعضای کمیسیون انتخابات و شکایات هم معرفی شود و تقویم انتخابات توسط اعضای جدید کمیسیون انتخابات اعلام می شود. همزمان با این رئیس جمهور و رئیس اجرایی درباره چگونگی توزیع شناسنامه‌های برقی که به خاطر انگیزه های قومی جنجال برانگیز شده است گفتگو می کنند. بر بنیاد قانون ثبت احوال نفوذ که 2 سال پیش از سوی رئیس جمهور توشیح شد، روند توزیع شناسنامه‌های برقی بایست آغاز می شد، ولی تا هنوز از آن خبری نیست. امروز ساعت 5 تا 6 رئیس جمهور و رئیس اجرایی با هم صحبت دارند و این صحبت روی موضوعات مختلف هستند، از جمله بحث قانون ثبت احوال نفوذ که باید توشیح شده و کارش باید رسما آغاز شود. همچنین درباره امنیت و هزینه مالی انتخابات پارلمانی آینده نیز تصمیم گرفته شده است و بخشی از هزینه انتخابات از سوی حکومت وحدت ملی پرداخت خواهد شد. جنرال جان نیکلسن، فرمانده کل ماموریت قاطع، از امضای موافقتنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار استقبال می کند و آن را یک گام دلگرم کننده برای پایان نبردها در کشور می دارد. مجلس نمایندگان نیز از این توافق ستایش می کند، اما آگاهان نظامی گلبدین حکمتیار را مهره سوخته می داند و تاکید دارند آمدن رهبر حزب اسلامی سبب بی ثباتی نظام می شود. محمد غازی رسولی با جزئیات بیشتر. استقبال ماموریت حمایت قاطع از توافق حکومت افغانستان با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار. جنرال جان نیکلسن، جنرال 4 ستاره آمریکایی، امضای موافقتنامه صلح با حزب اسلامی را یکی از مهمترین گام ها برای پایان جنگ در کشور می داند.
این یک اقدام مثبت است چون گروه کمدتن در بیرون افغانستان مستقر است اکنون با حکومت به یک موافقتنامه صلح رسیده و بالاخره در جامعه افغانستان دوباره مدغم می شود. آگاهان نظامی اما به این باورند که آمدن گلبدین حکمتیار روی پایان نبردها در کشور تاثیر مثبت نخواهد گذاشت و جنجال ها را بر سر تصاحب قدرت افزایش می دهد. واقعیت های موجود نشان می دهد که حزب اسلامی حکمتیار از داشتن نیروهای مسلح وفادار محروم است. آمدن حکمتیار هیچ گونه تاثیر مثبت و کلان بر روند صلح افغانستان و ثبات افغانستان نمیگذارد. و فیصله کمیته محترم اینجا در مجلس نمایندگان هم بحث روی همین توافقنامه است. برخی نمایندگان از این اقدام استقبال میکنند اما برخی دیگر حکمتیار را عامل جنایت های نابخشودنی در کشور میدانند و تاکید دارند که نباید به وی مسئولیت قضایی داده شود. چته حق نور که وجود څوک توهین کی که څوک محکموت لګلای کیږي او که څوک قضاوت تکینو بیا نو ډیر خلک نور دغه مخکشته چې هغه باید بغن قضاوت وشي به خاطر کې رقیب های سیاسی خودا ضعیف بسازه به خاطر کې دغه لوی جرګه تدویر نکنه به خاطر کې تغییر در قانون انتخابات نیاره به او خاطری امضا کرده. پس از امضای تفاهم نامه حکومت با حزب اسلامی برخی از رسانه های جهانی تیترهای درشت و تنده در مورد این تفاهم نامه نوشتند. برخی حکمتیار را قصاب کابل و برخی هم تروریست بین المللی گفتند. اما حالا باید دید پیوستن رهبر حزب اسلامی روی کاهش نبردها در کشور تاثیر مثبت خواهد گذاشت. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به امضای پیشنویس توافقنامه های صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میگوید حکومت باید سد دوام فرهنگ معافیت گردد. این کمیسیون تاکید میکند که حکومت باید متعهد به تامین عدالت در قبال قربانیان و متهمان نقض حقوق بشر گردد. کمیسیون حقوق بشر همچنان تاکید دارد که حق دسترسی به عدالت را هیچ مرجعی نمیتواند نادیده بگیرد و این حق متعلق به قربانیان است. کمیسیون حقوق بشر از تمام طرف ها میخواهد تا مسئولیت اعمال و رفتار گذشته خیش را بردوش بگیرند و برای تمام این عملکردها پاسخگو باشند. وضعیت امنیتی در اروزگان به نفع نیروهای امنیتی است. وزارت امور داخله میگوید فرمانده پلیس این ولایت برکنار شده و هیئت برای بررسی دلیل گسترش حملات هراس افغانان به این ولایت فرستاده شده که رئیس این هیئت سرپرستی فرماندهی این پلیس را نیز بر دوش گرفته است. در این حال مقام های محلی و شماری از نمایندگان اروزگان در مجلس دلیل حملات اخیر طالبان به این ولایت را بی‌کفایت فرماندهی پلیس این ولایت می‌داند و از حکومت می‌خواهد فرمانده پلیس این ولایت را مجازات کند. باز هم اروزگان دستخوش حملات طالبان شد. یک روز پیش بخش‌هایی از ولایت اروزگان گواه حمله‌های طالبان بود. حمله‌هایی که به گفته مقام‌ها بیش از 20 کشته بر جا گذاشته است. ما دیشب بهترین جوانای خود بیست و چند جوان خود که همیشه از خاک دفاع کرده بود و می جنگید در مقابل دشمن ما دست دادیم و به خاطر بی‌کفایتی قماندان امنیه و ارگان‌های امنیتی. بعضی مقام ها در این ولایت می گویند طالبان در 500 متری مقام ولایت حضور داشته و در حال نبردند. اما وزارت امور داخله وضعیت را آرام خوانده و حضور طالبان را در 8 کیلومتری اعلام کرده است. دیروز تقریبا ما 21 نفر شهید دادیم و 8 نفر هم زخمی به یک ساحه در منطقه چرمزر اینکه تهاجم آورد دشمن و اینا را معطره کردن و 9 نفر هم تابالی لادرک هستن. تابالی درکش معلوم نیست که کدام طرف رفته یا طالبا به خود بردن. در پی این حملات فرمانده پلیس این ولایت تبدیل شده است. هرچند به گفته مقام‌های محلی عامر امنیت این ولایت نیز تبدیل شده است، اما وزارت داخله در این مورد ابراز بی‌خبری می‌کند. ما یک هیئت مصحف کردیم در اروزگان حال حضور دارم. کسی که در رأس هیئت بود ایره موقتاً به ایسه سرپرسته قماندانی امنیه معرفی شده. این کار خودش شروع کرده آقای ساقه. کوشش ما این است که بتانی وضعیت در اروزگان تغییر بده. این همه در حالی است که گفته های هم موجود است که بر دست داشتن عامر امنیت این ولایت در گسترش حمله های هراس افغانان گواهی می دهد. هرچند این گفته ها از سوی مقام های امنیتی رد شده است.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی تاکید دارد که اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در حال حل شدن است. با گفته او حکومت افغانستان متحد به برگزاری انتخابات پارلمانی و برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی است. آقای محقق همچنان میگوید دو ساله شدن حکومت وحدت ملی نشانه ظرفیت های مدیریتی رهبران این حکومت است. بشیر احمد قاسانی جزئیات میدهد. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی که در نشستی از دستاوردهای سفرش به چین سخن میزد از دو ساله شدن حکومت وحدت ملی نیز استقبال کرد. به گفته آقای محقق رهبران حکومت وحدت ملی متحدند موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی به ویژه برگزاری انتخابات پارلمانی و لویه جرگه تعدیل قانون اساسی عملی شود. دو ساله که شد راه رفتنی میشه تعداد زحمتش کم میشه و یک حکومت برآمده از یک انتخابات و یک توافق سیاسی است. انشاءالله سه سال دیگر هم بتونه که تا او زمان کمی رشد و بلوغ بیشتر پیدا بکنه و به مردم خدمت بکنه. حکومت وحدت ملی در حال در آستانه دو ساله شدن قرار دارد که در این مدت روابط رهبران این حکومت همواره پرتنش بوده است. اما اکنون معاون دوم ریاست اجرایی میگوید تنش میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در حال فروکش کردن است. هم حکومت مصمم به برگزاری انتخابات است و هم برای برگزاری لوی جرگه و همون چیزهایی که در توافق نامه آمده حالا به اساس شرایط زمان کمی اگر به تاخیر پیش میه یا جلو و عقب میشه او شرایط افغانستان امیر ایجاب میکنه. معاون دوم ریاست اجرایی همچنان سفرش به چین را پردستاورد میداند و میگوید بهتر شدن روابط میان افغانستان و چین بر تامین ثبات در منطقه تاثیرگذار است. محمد محقق در حال این سخنان را بیان میکند که تا سه روز دیگر حکومت وحدت ملی دو ساله میشود و بر بنیاد یافته های تلویزیون یک، آقای محقق یکی از بازوهای این حکومت است که در کابینه دو وزیر دارد و همچنین والیان ولایت های سرپل و دایکندی نیز از سوی او پیشنهاد شدند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید 70% خاک افغانستان در اداره دولت، 10% در اختیار طالبان و برای تصرف 20% دیگر دولت افغانستان و طالبان هر دو با هم میجنگند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هم میگوید برنامه واشنگتن در افغانستان جلوگیری از بدل شدن دوباره این کشور به پناهگاه‌های امن هراس افغانان است. رئیس کمیته نظامی مجلس سنای آمریکا نیز پشتیبانی همسایه‌ها افغانستان از طالبان را عامل اصلی گسترش ناامنی ها در این کشور گفته است. بهاءالدین انصاری به این موضوع پرداخته است. حمایت همسایه های افغانستان از طالبان و گروه های مسلح درگیری در این کشور از نگرانی مقام های ارشد سیاسی نظامی و دفاعی امریکا. رئیس کمیته نظامی سنای امریکا عامل اصلی ادامه جنگ و ناامنی در افغانستان را حمایت همسایه های افغانستان از طالبان می گوید. جان مکن تاکید می کند فیصله رئیس جمهور اوباما مبنی بر کاهش شمار نیروهای امریکایی در افغانستان نیز در افزایش ناامنی ها نقش داشته است. شدت جنگ و درگیری ها در افغانستان نشان دهنده پشتیبانی همسایگان افغانستان از بی ثبات سازی و ایجاد وحشت در این کشور است. بدون شک این گونه حمایت ها در منافع سیاسی این کشور نهفته است. در این میان تلفات نیروهای امنیتی افغانستان به گونه غیر قابل تحمل بالاست و کاهش شمار سربازان امریکایی از فیصله های نادرستی دیگر است که رئیس جمهور اوباما گرفته است. اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا هم که در کمیته نظامی مجلس سنای امریکا حضور یافته می گوید برنامه واشنگتن در افغانستان جلوگیری از مبدل شدن دوباره این کشور به لانه های امن هراس افغانان است. هدف از ادامه روند کمک به افغانستان بلند بردن توانایی نیروهای امنیتی افغانستان و نقطه است که بتوانند امنیت کشورشان را تامین کنند و این کشور دوباره به لانه های امن هراس افغانان بدل نشود و از حمله دیگر به امریکا نیز جلوگیری شود. آنچه که برای تضعیف تروریستا محصر باشه و بتانه گروه های تروریستی را هم در داخل افغانستان هم در بیرون از افغانستان هدف قرار بده و اینا را از بین ببره تا به سود مردم افغانستان و به سود جهان است.
اما جنرال دانفورد وجود دشواری ها را در برابر نظامیان کشور تایید می کند. او می گوید نیروهای امنیتی افغانستان درگیری های شدید را پشت سر گذاشتند و در برابر حملات خیلی سنگین طالبان توانستند اداره خود بر 70% خاک این کشور را حفظ کنند. ارزیابی ما این است که نیروهای امنیتی افغانستان 70% قلمرو این کشور را اداره می کنند. تلفات این نیروها بسیار بالاست و در بخش ظرفیت را اندازی عملیات ویژه، پشتیبانی هوایی و استخبارات خلاهایی وجود دارد. وزارت دفاع و داخله در گذشته تلفات نظامیان در درگیری ها را به گونه ای که امریکا گفته رد کرده و از توانمندی بلند نظامی و قابلیت های بیشتر نظامیان در میدان های نبرد سخن گفتند. ما در سرتاسر افغانستان صدها عملیات انجام دادیم که طبعا هرچقدر نقش نیروها بیشتر شود و برجسته‌تر شود طبعا که تلفات هم داشته باشه، اما برای کاهش تلفات و برای اینکه رسیدگی دقیق صورت بگیره برای مجروحین ما اقدامات صورت گرفته. این اظهارات در حال بیان می شوند که همین اکنون چندین ولسوالی کشور در اختیار طالبان است و جنگ نیز در بسیاری بخش ها ادامه دارد. اما نهادهای امنیتی بار بار اعلام کردند که هراس افغانان را در میدان های نبرد شکست دادند و دیگر این گروه توان جنگ رویاروی با نیروهای امنیتی را ندارند. گلبدین حکمتیار در انتخابات ریاست جمهوری آینده خودش را نامزد می کند. قاضی حکیم رئیس کمیته اجرایی حزب اسلامی بر رسانه های پاکستانی با اشاره به این موضوع گفته است یکی از اولویت های اساسی این حزب سهم فعال در انتخابات پیشروی پارلمانی خواهد بود. قاضی حکیم گفته پس از رفع تحریم های سازمان ملل متحد و امضای موافقت نامه صلح سوی رئیس جمهور غنی و حکمتیار وای به کابل باز خواهد گشت. وزیرانی که بودجه های توسعه‌شان را مصرف نکردند سلب صلاحیت خواهند شد. رئیس مجلس نمایندگان میگوید رئیس جمهور غنی تعهد کرده است پس از نشست بروکسل درباره وزیران کمکار تصمیم میگیرد. تا هنوز که 9 ماه از سال مالی میگذرد نهادهای دولتی کمتر از 30% بودجه هایشان را هزینه کردند. شما و گزارشی از تمیم شهیر. پس از نشست بروکسل سرنوشت وزیران که بودجه های توسعه‌شان را هزینه نکردند روشن خواهد شد. مجلس نمایندگان تصمیم دارد این وزیران را سلب صلاحیت کند و رئیس جمهور غنی به جایشان وزیران جدید معرفی خواهد کرد. مجلس نمایندگان میگوید که با وزیران ناکارآمد برخورد جدی خواهد شد. در صورتی که منطق برای مصرف بودجه انکشافی نداره ما قانون صراحت داره که صلاحیت داریم اونا را میتونیم که ما و شما و به خانهایشون رخصت کنین و بهترین کادر و متعهد برای افغانستان و ظرفیت و توانایی خدمتگذاری به افغانستان داشته باشه اونا را ما و شما در کابینه خود داشته باشیم. حکومت وحدت ملی برای آمادگی نشست بروکسل 6 وزارت و یک شرکت دولتی را مشخص ساخته است تا 76% بودجه توسعه را هزینه کنند. تا برگزاری نشست کمتر از 2 هفته باقی مانده، اما پرسش اینجاست که این نهادها می توانند این مقدار بودجه را هزینه کنند. حکومت افغانستان کمتر از 30% بودجهش به مصرف رسانده. امیدوار هستم که موضوع را جدی پیگیری شود، یک معیار مشخص مد نظر گرفته شود، وزرای ناکاره یا کابینه ناکاره یا سیستمایی را که به کار می گیرند به خصوص که بهانه های از یا شاید موضوع کمیته تدارکات ملی باشه هر آن چیزی ناکارآمدی که در حکومت باید به جدی پیگیری شود. وزارت مالیه میگوید که برای نشست بروکسل آمادگی کامل دارد و به غیر از بودجه دیگر دستاوردها را پیشنهاد خواهد کرد. کنفرانس بروکسل یک هفته بعد است، اما معیار برای مصرف بودجه برای ما ختم سال است که ما 3 ماه دیگه در پیش رو داریم. یعنی ما که تعهد کردیم که گراف مصرف بودجه ما بلند میره او تاریخ 30 قوس است، ولی در کنفرانس بروکسل ما طبعا همی پروگرس یا پیشرفتایی که صورت گرفته برای جامعه جهانی اطمینان میدیم، اما تارگت یا هدف را که ما تعیین کردیم او 3 ماه بعد است. مصرف نشدن بودجه توسعه سبب می شود تا پروژه های توسعه مثل ساخت جاده ها، مکتب ها، مراکز بهداشتی و دیگر پروژه های زیربنایی در روستاها و حتی شهرهای کشور عملی نشوند و مقصر این مسئله نیز نهادهای دانسته می شود که مسئولیت عملی شدن این پروژه ها را به دوش داشتند.
طالبان با حمله در سالنگ شمالی فرماندن نجم‌الدین اندرابی یکی از مسئولان زندان پلچرخی را با برادر و خانمش به قتل رساندند. طالبان صبح امروز موتر رنجر فرماندن نجم‌الدین را در نزدیک تونل در سالنگ شمالی آماج قرار دادند. در این رویداد سه تن دیگر به شمول یک کودک وی نیز زخمی شده است. فرماندن نجم‌الدین با اعضای خانواده‌اش به سوی کابل در حرکت بود که مورد حمله طالبان قرار گرفت. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. از اینکه با ما همراه بودید سپاس. بیننده سرویس خبری ساعت 10 نیز باشید.